پرژن ورس چیه؟ از کجا به وجود اومده؟ اهدافش چیه؟ در این ویدیوی کوتاه با ما همراه باشید تا بیشتر در موردش بدونید. همونطور که میدونید ما ایرانی ها حالا یک جایزه بزرگ بین‌المللی داشتیم که دور هم جمع بود. از طرف دیگه میدونیم چقدر یه جایزه بزرگ میتونه به ایجاد انگیزه برای خود هنرمند، انتشار نامش، ایجاد رقابت در سطح جامعه، اتحاد و شکل‌گیری یک سقف واحد کمک کنه. به خصوص که اگر این جایزه برای همه ایرانی ها در هر کجای دنیا با هر گویش و هر زبانی باشه، که همه چه متخصصان، چه پیشکسوتان و چه نامداران نامشون و فعالیتشون رو در یک پلتفرم یکسان معرفی کنند. پرژن اوارد یا جوایز پارسی پس از مطالعه و برنامه‌ریزی 20 ساله از نوروز 1400 برنامه‌های جدی خودش رو در سراسر دنیا با مجریان متعددی و در طبقه بندی‌های مختلفی شروع کرد. این برنامه در نظر داره در 12 طبقه بندی شامل ادبیات، موسیقی، رقص، سینما، هنر، عکاسی، ورزش، تجارت و کسب و کار، زن و مرد پارسی، علوم، فیلم کوتاه، کانتنت یا محتوا جوایزی رو داشته باشه. و هر کدام از این جوایز به شاخه‌های مختلفی تقسیم میشه. و اما موارد منحصر به فرد و انحصاری پرشین اوارد. 1. نداشتن فیلترینگ و یا هیئت انتخاب برای باز بودن حضور افراد حرفه‌ای در هر طبقه. 2. داشتن آرای مردم در هر دوره. 3. رأی کارشناسان و متخصصین هر رشته به شرکت کنندگان همون رشته در قالب پرشین که به موجب این امر برای اولین بار در تاریخ ایرانیان این آکادمی در حال برنامه‌ریزی و اجراست. که این آکادمی بعد از مصاحبه با افراد مختلف که در هر حوزه فعالیت دارند و سپس برگزاری سمینارها کم کم شکل می‌گیره. پس پرژن اوارد نه یه برنامه استعدادیابیه، نه وابسته به هیچ نهاد یا تلویزیون، بلکه یک جایزه بین‌المللیه برای ایرانیان سرتاسر دنیا. حتی اگه توی کشور دیگه ای به دنیا اومدین ولی خونه ایرانی تو رگ‌هاتون خیلی خوش اومدین، شما میتونین شرکت کنین. پس شما هم اگر فکر میکنین در هر کدوم از طبقه بندی های پرشین اواردز یا همون جوایز پارسی فعالیتی دارین، با ما همراه باشین.